روز شنبه پنجم آبان ماه عراق اعلام کرد این کشور در تبعیت از تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ارسال نفت از میدان کرکوک به ایران را از هفته آینده متوقف می کند. این در حالی است که عادل المهدی عادل عبدالمهدی نخست وزیر جدید عراق در نخستین مصاحبه رسانه خود پس از تشکیل دولت گفت در زمینه کمک به آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران اولویت ها و منافع خود را در نظر خواهد گرفت گزارشی داریم در این مورد بنا به گزارش ها همکنون روزانه حدود سی هزار بشک نفت از ککوک توسط کامیون های نفتکش به ایران ارسال می شود ارسال این میزان نفت از عراق به ایران بخشی از توافق دو کشور در معاوضه موسوم به سواب است و عراق در ازای ارسال این میزان نفت در بنادر شمالی خود از ایران ما به ازای آن را دریافت می کند. عادل عبدالمهدی همین هفته گفته بود عراق در مورد همکاری با آمریکا در زمینه اجرای تحریم ها علیه ایران منافع و استقلال خود را در اولویت قرار می دهد و افزوده بود اگرچه تحریم ها را اشتباهی استراتژیک می کند اما برای حفاظت از منافع مردم عراق از تحریم ها تبعیت می کند پاتریک کلاسون مدیر تحقیقات در انستیتوی سیاست سیاستگذاری خاور نزدیک درباره اظهارات نخست وزیر جدید عراق و چشمانداز روابط آتی میان ایران و عراق میگوید Well, دولت عراق میخواست که به صورت قابل قبولی روابط دوستانش را با ایران حفظ کند اما ایران موفقیتی در به قدرت رساندن نامزد مورد نظرش را در انتخابات نخست و رئیس جمهوری نداشت و کسانی که در آنجا کار میکنند میخواهند روابط خوبی با آمریکا و در این حال با ایران داشته باشند و سراحتا بگویم نامزدهای دلخواه دولت عراق و آمریکا هم هیچ کدام به قدرت نرسیدند و مردمی که پای صندوقهای رای رفتند طبیعتا به خواست های آمریکا و ایران فکر نمی کردند. دولت سابق عراق از آمریکا خواسته بود تا در برخی موارد از تحریم های ایران مستثنا شود ولی روشن نیست آیا عادل عبدالمهدی نیز به دنبال کسب چنین مجوزهایی خواهد بود یا نه مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه ایران از عواسط ماه جاری به اجرا گذاشته خواهد شد و هدف از آن نیز به صفر رساندن صادرات نفت ایران است مهران پایور صدای آمریکا